شما به من بگید که شروع شد. من سرملک میکنم. شروع شده. سلام، سلام به همراه های عزیزم، سلام به مامانه گل، مادر شویای عزیز، همراه های پیج مادر شو، همراه های خودمون، مامانه گلمون، در خدمتتون هستیم با موضوع سلامت مادران باردار در دوران بارداری. حالا تغذیه دوران بارداری، ورزشایی که باید انجام بدن، چیکار بکنن که سالم و شاد باشن و یه نینی خوشگل مشکل شاد و سلامت به دنیا بیارن. هر سوالی تو این زمینه دارین در خدمتتون هستم. من سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز در خدمت خانم قاسمی عزیز هستیم. امیدوارم که بتونیم به بیشتر سوالاتتون پاسخ بدیم. من یه نکات کوچیکی رو عرض کنم خدمتتون. سوالاتتون رو اگر خیلی مهمه که جوابش رو بگیریم که قطعا هستش، لطف کنید تایپ کنید، پیامتون رو کپی کنید و پیست کنید، چون تعداد پیام خیلی زیاده و خیلی زود پیام ها رد میشه و متاسفانه ما نمیتونیم همه پیام ها رو از نظر بگذرونیم. اگه این کار رو بکنید خیلی احتمالش بیشتره که بتونیم به سوالتون پاسخ بدیم. امیدوارم که استفاده کنید. در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. میخواین حالا تا سوال مطرح نشده من همینطوری توضیحات رو بدم تا سوال یکی؟ خب مامانه گل، من نیلوفر قاسمی دستگردی هستم. 20 ساله که در زمینه مامایی فعالیت دارم، زایمان طبیعی، دوران بارداری، کلاس های آمادگی بر زایمان و کلن بارداری و زایمان تخصص بنده هستش. الان یه مامان گلی که میخواد باردار بشه، تصمیم به بارداری میگیره، اول باید به همراه همسرش 3 ماه قبل از بارداری تشریف ببرن برای مشاوره قبل از بارداری، یه سری آزمایش‌ها براشون درخواست بشه، یه سری داروها براشون تجویز بشه، بررسی‌های لازم انجام بشه، آیا آمادگی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی برای بارداری هست یا نه، و بعد اقدام به بارداری بکنه که یک بارداری خوب و عالی داشته باشه. حالا یه خانمی باردار شده، تستش مثبت شده به هر نحوی، اگر که خواسته یا ناخواسته بوده و باردار شده و میخواد یک بارداری خوب و عالی رو داشته باشه، چیکار باید بکنه؟ خب اولش که تشریف میبره به یک مرکز مامایی و تشکیل پرونده میده، یه سری باز آزمایشات لازم در واقع براش درخواست میشه، سونوگرافی تشکیل قلب جنین رو براش درخواست میدیم و اگر که همه چیز خوب بود، قلب نینی ما به خوبی تشکیل شده باشه، دیگه مادر میره تو پروسه کلاس های دوران بارداری. یعنی بهتر هست که حتما یه خانمی که الان تو این شرایط اجتماعی داره باردار میشه، این همه کلاس هستش، همه جا مراکزی هست که این کلاس ها رو برگزار میکنن، هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری، حتما کلاس ها رو شرکت بکنه. از ابتدای بارداری یه سری نرمش های خیلی سبک، یعنی نرمش های سنگینی هم نیست، نرمش های سبکی هست که ما به مامانه آموزش میدیم اینا رو انجام بده. بهتره که تو همه جلسات کلاس ها همسرشون ایشون رو همراهی بکنن و تکنیک های تنفسی، آرامش داشته باشه این مادر در دوران بارداری. یعنی یکی از مهمترین نکاتی که یک مادر باردار باید داشته باشه حفظ آرامش و پرهیز از استرس هست، که خب ما توی کلاس ها بهتون آموزش میدیم که چطوری با این استرس مقابله بکنید، چیکار کنید که آرامش داشته باشین، خوب بخوابین، بهتر بخوابین، و چطوری بشینه یه مادر باردار، چطوری بلند شه، چطوری بخوابه، تغییر پوزیشنش به چه صورت باشه. بعد بهتون آموزش میدیم که چطور از خودتون مراقبت بکنید، از فرق سر تا نوک پا دونه دونه بهتون آموزش میدیم که چه تغییراتی در بارداری در بدن شما اتفاق میفته، کدوم تغییر طبیعیه، کدوم تغییر غیر طبیعیه و باید به پزشک مراجعه بکنین،
تغذیه دوران بارداری که بسیار بسیار مهم هست بهتون آموزش داده میشه، که البته از همون قبل از بارداری باید استارتش زده بشه، ولی باز هم در دوران بارداری بهتر هست که مراقبت شده باشه. هر چیزی رو مادر باردار نباید میل بکنه. و از طرفی هم خیلی ها میترسونن خانمای باردار رو، مثلا میگن اینو نباید بخوری، اونو نباید بخوری. خیلی هاش غلطه و اینها رو توی کلاس ها بهتون آموزش میدیم. حالا امروز هم سعی میکنیم که اگر سوال شما عزیزان هستش تا حد زیادی بهش پاسخ بدیم، که بدونید یه خانم باردار در طول 24 ساعت چی باید استفاده کنه که هم جنین خوب و سالمی رو پرورش بده در وجود خودش، از همه ابعاد سالم باشه اون جنین. الان دیگه میگن سلامت فقط سلامت فیزیکی نیست، ابعاد مختلفی داره. هوش اون جنین باید در واقع تقویت بشه، جسمش، روحش، آرامشش. هوش خودش در ابعاد مختلف، هوش هیجانی، هوش اجتماعی، هوش اقتصادی، همه اینها تعریفات زیادی داره. و بعد بهتون میگیم که علائم هشدار چیه، نکات غیر طبیعی و طبیعی رو بهتون میگیم، تفاوت بین زایمان طبیعی و سزارین رو بهتون میگیم که بسیار بسیار مهم هست. یه خانومی که باردار شده باید بدونه چه اتفاقی در بدنش داره میفته، موقع زایمانش چه اتفاقی برای بدنش قراره بیفته. هر دوتا رو، یعنی طبیعی و سزارین رو، کامل راجع بهش اشراف پیدا بکنه. بعد نوع زایمانش رو خودش انتخاب کنه. بعد از اون هم مراحل زایمان رو بهتون توضیح میدیم توی کلاس ها. و بعدش مراقبت از نوزاد، مراقبت های بعد از زایمان، توانمندسازی بعد از زایمان. یه مامانی که حالا زایمان میکنه بعدش چجوری برگرده به اجتماع و در واقع کارهای روزمره خودش، ارتباطش با همسر در دوران بارداری و بعد از زایمان به چه صورت باشه، تمام این نکات در کلاس ها بهتون آموزش داده میشه. الان من در خدمتون هستم که پاسخ سوالاتتون رو بدم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فکر میکنم که با همون تغذیه شروع کنیم خیلی خوب باشه، چون بیشتر مامانام، حالا ما استوری گذاشته بودیم راجع به تغذیه سوال پرسیده بودم، الان میبینم بین سوالای دوستان هم هستش که میگن که چه مواد غذایی رو باید بخوریم و چه مواد غذایی مضر هستن، اصلا ممنوع هستن در دوران بارداری. درسته. خب ببینید مامانای گل، مادری که باردار میشه از تمام گروه های مواد غذایی حتما باید در رژیم غذاییش بگنجونه. ما در بارداری چیزی به اسم رژیم لاغری نداریم، ولی سالم خوردن رو به مامانا آموزش میدیم. و خیلی جالبه که وقتی که مامانا میان وارد پروسه کلاسا میشن، بعد مثلا مامان میاد امروز ویزیت شده، ماه دیگه میاد میگه که خانم قاسمی من 2 کیلو هم کم کردم، نگرانم نکنه بچه‌م خوب وزن نمیگیره. بعد که بررسی میکنیم میبینیم نه، این مامان سالم خوردن رو یاد گرفته، الان داره سالم غذا میخوره، 2 کیلو هم کم کرده، در این حال که بچه‌ش وزن خودش رو گرفته. خب من یه توضیح کلی بهتون بدم مامانای گل، ما یه چیزی داریم به اسم BMI یا Body Mass Index یا شاخص توده بدنی. این شاخص توده بدنی شما در واقع قد و وزن شما رو با هم دیگه ما در نظر میگیریم، بهتون یه شاخص توده بدنی میدیم. خب این شاخص توده بدنی اگر زیر 18.5 باشه عددش، یعنی شما یک شخص لاغر هستین و وارد پروسه بارداری میخواییم بشین، من این بادی مس ایندکس قبل از بارداری رو میگم تا تو بارداری بهش برسیم، اگر بین 18.5 تا 24.9 باشه، شما یک شخص کاملا نرمال بودی، حالا وارد پروسه بارداری شدی. اگر بالای 24.9 تا 30 باشه، یعنی شما شخص اضافه وزنی داشتین، و اگر بالای 30 باشه، یعنی شما چاق بودین. که ما توصیه میکنیم مامانه که اصلا میخوان باردار بشن حتما وزنشون رو بیارن تو رنج طبیعی بعد باردار بشن، این خیلی مهمه. کسی که توده بدنیش زیر 18.5 و باردار شده، اجازه داره در بارداری بین 12 کیلو تا 18 کیلوگرم اضافه بشه. خب کسی که تو رنج نرمال بوده اجازه داره بین 11.5 تا 16 کیلو اضافه بشه. کسی که با اضافه وزن باردار شده فقط اجازه داره بین 9 تا 11.5 کیلو اضافه بشه. و کسی که چاق بوده و حالا باردار شده باید خیلی رعایت بکنه و فقط بین 5 تا 9 کیلو
اضافه وزن داشته باشه. چطوری اینو تخصیصش میکنیم؟ میگیم تا هفته 13 هم که معمولا مامانا تهوع استفراغ دارن، خوب نمیتونن غذا بخورن، بالا میارن، چیزی تو معده‌شون خیلی وقتا نمیمونه، اصلا ما نمیخوایم مادر اضافه وزن آنچنانی داشته باشه. اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن، فکر میکنن به محض اینکه تستشون مثبت شد باید خیلی بخورن، اگه وزنشون بالا نره یه مشکلی هستش. همچین چیزی نیستش. تا هفته 13 فقط شما 1.5 کیلو اگر اضافه بشین کافیه. بعد از هفته 13 برای مامانای لاغر 7.5 کیلو، مامانای طبیعی 400 گرم، مامانای با اضافه وزن 300 گرم و مامانای چاق 200 گرم فقط بعد اضافه بشه. خب حالا اون گروه های مواد غذایی که من گفتم چیا هستش، چیا باید بخورین؟ اول میرم سراغ باید ها. یک مادر باردار باید در طول روز کربوهیدرات بخوره، یا همون غلات، گندم، برنج، جو، ذرت، همه اینا جزء کربوهیدرات هستن. باید میوه و سبزی بخوره حتما. باید لبنیات و پروتئین مصرف بکنه، حالا شیره، ماست، کشک، گوشت، تخم مرغ، حبوبات، اینا جزء باید هاست. و مغزیجات، به ویژه مغز بادام درختی که خیلی در بارداری توصیه میشه. اینا باید ها هستش. حالا میریم سراغ سهمشون که چند سهم باید بخوره. ولی قبل از اینکه سهم ها رو بگم، نباید ها رو هم بگم. نباید هایی که یه مامان باید رعایت بکنه در بارداری چیا هستن؟ فست فود، هله هوله، مثل چی؟ چیپس و پفک و هر چیزی که در واقع هله هوله هستش و مواد افزودنی داره. خب فست فود مثل حالا پیتزا هستش، ساندویچ هستش، غذاهای فریزری هستش که خودتون درست میکنید با روغنهای سرخ کردنی، نوشابه، حتی نوشیدنیهای گازدار، خامه، چیزهایی که غیر بهداشتی هستش، اینها جز نباید هاست. ولی بازم ما سختگیری نمیکنیم، میگیم اگه یه مامانی خیلی هوس کرد در بارداری، حالا پیتزا دلش خواست، یه برش کوچیک اشکالی نداره، مثلا هفته یه برش کوچیک، چون بعضی واقعا زندگیاشون ناسالمه و مثلا هر روز فست فود باید بخورن، هر روز باید چیپس و پفک بخورن. بهترین تنقلات در بارداری بچه‌ها بستنیه، که حالا من اجازه میدم مامانه باردار مثلا هر یه روز در میون یه دونه بستنی بخورن عصرا. مامانایی که خیلی شیرینیجات دوست دارن بهشون میگم شیرینی خونگی، کیک خونگی درست کنید خودتون با مواد سالم، یه تیکه عصرونه بخورید خیلی کوچولو. خب و حالا اون چیزایی که عوام میگن یه خانم باردار نباید بخوره، مثلا میگن که اصلا زعفرون نباید بخوری، اصلا هویج یا کاهو نباید بخوری، اینا رو ما میشنویم از مامانا. بچه‌ها همچین چیزی نیست. شما اون میزان زعفران، هویج، کاهو یا کرفسی که در غذاتون همیشه بوده اشکالی نداره مصرف بکنید. اما اگه در دوز بالا بخواید استفاده کنید، مثلا یه دفعه بیاین یه کاهو رو کامل بخورید، این اشتباهه. چون ویتامین‌های محلول در چربی در بارداری باید خیلی رعایت بشه، مصرفش زیاد نباشه. از طرفی زعفرون دم کرده درست نیست بچه‌ها. مثلا شما یه دفعه بیاین یه دمنوش زعفرون درست کنید بخورید، خب ضرر داره برای جنین. میگو توصیه میشه که مصرف نشه در بارداری. جگر مرغ، جگر گوسفند توصیه میشه که استفاده نشه در بارداری. باز هم در حد هوس یه تیکه جگر اشکالی نداره، ولی زیاده روی به هیچ عنوان نباید بکنید. و دمنوش آویشن، دمنوش خانواده نعنایان، مثل نعنا و آویشن هم استفاده نکنید، ولی خیلی دمنوش های دیگه میتونید استفاده کنید که الان میگم. قهوه بچه ها توصیه نمیشه در بارداری، چای سبز توصیه نمیشه، به خاطر اینکه طبع قهوه سرده. ما در بارداری میگیم مادر چون رحمش سرده، رحم اصلا یک بافت سرده در بدن، بهتر هست که خوراکی هایی که گرم و مرطوب هستن استفاده بکنید. حالا این از دیدگاه طب سنتی بود، ولی کلن مصرف قهوه و چای سبز در بارداری توصیه نمیشه، افت فشار میده. و هر چیزی که داخلش کافئین زیاد داشته باشه توصیه نمیشه. خب حالا میریم سراغ اون سهمای مواد غذایی که بهتون گفتم. بچه ها کربوهیدرات یا همون غلات و در واقع شامل گندم و جو، برنج و اینها، شما بین 7 تا 11 تا سهم در بارداری میتونید استفاده کنید. اگر مادری دیابت نداشته باشه
و لاغر باشه، اون 11 تا سهمو میتونه استفاده کنه. اما اگه دیابت داشته باشه یا وزنش بالا باشه، 7 تا سهم میتونه استفاده کنه. حالا سهم‌ها چطوریه؟ بچه‌ها این کف دست منو ببینید. این مربع کف دست، این یک واحد اندازه‌گیری نان هست در بارداری. اگر نان سنگک یا نان بربری استفاده میکنید، یه دونه کف دستتون یه سهمه. مثلا شما حساب کنید توی 24 ساعت 7 تا کف دست نان سنگک شما رو نیازتون رو به کربوهیدرات برطرف میکنه. اگر نان لواش استفاده کنید 4 تا کف دست یه سهمه و نان تافتون 2 تا کف دسته. خب یه کفگیر پر برنج دم کشیده، یعنی برنج پخته شده، یه سهم کربوهیدراته. اما برنج خامو اگه در نظر بگیرید، نصف لیوان یه سهم برنجتونه. حالا گندم به همین ترتیب، جو به همین ترتیب. مثلا شما آش جو میخواییم بخورین، یه نصف لیوان جوی نپخته یه سهمه، یه کاسه جوی پخته شده یه سهمه، به این ترتیب. و اینطوری سهم کربوهیدراتتون رو تقسیم بندی کنید. حالا اگه کسی هوس کرد شیرینی خواست بخوره، بچه شیرینی خامه‌ای و اینا که خیلی کربوهیدراتش بالاست و توصیه نمیشه، اما اگر خواستین میل بکنید، یه دونه شیرینی که بخورین انگار نصف سهم کربوهیدرات اون روزتون رو مصرف کردین. سعی کنید که مثلا شامتون رو بدون برنج و نون بخورید، ناهارتون رو کمتر برنجش رو بخورین که تعدیل بشه. چرا ما اینقدر تاکید میکنیم روی اینکه مادر وزنش رو کنترل کنه؟ بچه ها چون وقتی وزن شما متناسب باشه، اولا اندام خیلی خوب و زیبایی دارین. اینطور نیست که یه مادر باردار بشه با اولین بارداری کلن هیکلش خراب بشه، بعدش دیگه خودش رو فقط وقف بچه بکنه. همیشه خودتون برای خودتون احترام قائل باشین که همیشه زیبا باشین، سالم باشین. وقتی که شما اندام خوب و متناسبی داشته باشین، از زندگیتون هم بهتر میتونید لذت ببرید. دومین دلیلش هم این هستش که اگر خوب در واقع رعایت نکنید، خب امکان داره دیابت بارداری بگیرین، فشار خون بارداری بگیرین و بعد به مشکل بخورین، نتونین زایمان فیزیولوژیک داشته باشین، زودتر مجبور بشین بچه‌تون رو در بیاریم از رحم و مشکلات بعدی. خب این از سهم کربوهیدرات. حالا میریم سراغ سهم سبزی و میوه، یعنی دومین پله‌ای که مهم هست تو رژیم غذایی. میوه حتما شما باید در طول 24 ساعت بچه ها 3 یا 4 تا میوه متوسط مصرف کنید، مثل سیب یا پرتقال. اگر میوه شما خیلی شیرینه، مثل موز یا انبه، نصف اون یه سهم میوه محسوب میشه، یعنی یه موز که میخورین دو تا سهم میوه تون رو دریافت کردین. یا مثلا یه برش طالبیه، یه برش هندونه. من میخندم همیشه تو کلاس تغذیه‌مون، مامانای باردار میگن که خب شما میگی 3 تا میوه، یعنی من مثلا هندونه چی؟ هندونه چجوری حساب میشه؟ بعد من میخندم میگم که نه دیگه، 3 تا هندونه منظورم نیست. وقتی میگم 3 تا میوه، 3 تا میوه متوسط غیر شیرین رو میگم. اگه هندونه میخواییم بخوریم، یه برشش یه سهمه. اگه گوجه سبز یا آلبالو یا گیلاس میخواییم بخوریم، نصف لیوان، یا انگور مثلا، انگور دون شده، نصف لیوان یه سهم میوه‌تون هستش. و اینو باید حتما تو 24 ساعت بخورید. به ویژه مامانایی که کارمند هستن من دیدم، مثلا صبح میرن سر کار، شب میان خونه، نه میوه خوردن، نه غذاشون رو درست حسابی خوردن، نه آبشون رو درست حسابی خوردن. حتما این مامانا صبح به صبح یه باکس باید بردارن، میوهشون، آجیلشون، چیزایی که باید بخورن و سالادشون داخل اون باکسشون بزنن، با خودشون ببرن سر کار که بتونن به موقع استفاده کنن. در مورد سبزیجات و میوه‌جات هم همینطور، شما 300 گرم سبزیجات در طول 24 ساعت باید بخورین. حالا کاهو هستش، اگه کاهو می‌خواید بخورین 3 تا پر کاهو کافیه. سبزی خوردن 100 گرم سبزی خوردن. یا مثلا خیار و گوجه هم باز به همین ترتیب 300 گرم تو 24 ساعت استفاده بشه. خوب بشونین، ضد عفونی کنین. سهم بعدی لبنیات و پروتئین هست بچه‌ها. لبنیات شامل شیر، کشک، ماست که حتما 3 تا لیوان بعد مصرف بشه. سعی کنید پاستوریزه باشه، بهداشتی باشه. اگر از این لبنیات های باز میگیرین، حتما بجوشونیدش مصرف بکنید. لبنیاتی استفاده کنید که معتبره، مارک معتبری هستش. و گوشت و پروتئین هم که 3 تا سهمه، هر سهمی به اندازه 30 گرم، یعنی یه قوطی کبریته تقریبا. هم گوشت خورشی، حالا گوشت مرغ، ماهی حتما بعد استفاده بشه. ماهی رو بهتره که هفته دوبار استفاده کنید.
آب هم حتما یه مادر باردار 6 تا 8 لیوان آب در طول 24 ساعت باید مصرف بکنه. تخم مرغ هم یک غذای خیلی خیلی مناسب برای خانمای باردار هست. توصیه میشه حتی تخم بلدرچین استفاده بکنید. توی یک هفته 5 تا تخم مرغ رو شما باید مصرف بکنید. حالا بازم اگر سوالی هست من در خدمتم. مرسی، توضیحاتتون خیلی کامل بود. متشکرم. خودم سوالات دوستان رو جا انداختم، مثلا یه جایی انقدر داشتم تمرکز می‌کردم. حالا بعد لایو سیف شده رو که ببینن سوالاتشون رو می‌گیرن دیگه، پاسخ سوالاتشون رو می‌گیرن. دوستان عزیزی پرسیدن این دمنوش نعنایی که گفتین، حالا یا از خانواده این نعنا چه تاثیر منفی داره، چرا نباید بخوریم؟ خب میگن روی سقط جنین دیگه، احتمال داره که خدای نکرده باعث سقط جنین بشه. کلاً مثلا نعنا و آبیشن هم توی مثلا ما خودمون توی کرونا هم گفتیم مامان باردار بخور آویشن بده، مثلا یه ذره دمنوشش و یه ذره توی دمنوشش بریزه بخورین، غلیظ نباید باشه، در حد کمش، خیلی کمش مثلا یه قاشق باشه اشکالی نداره، زیاده روی نباید بکنن تو مصرفش. فکر کنم دیگه راجع به تغذیه نکته‌ای نبود شما نگفتید. چرا آجیلو بگم؟ آجیلو چون من گفتم شاید سوال بخوام بپرسم. نه، سوالاتشون خیلی چیز نیستش، یعنی مرتبط نیستش. فعلا بریم من تو مرحله بعدی. آجیلی که مامان باردار بعد استفاده کنه، من خودم به مامانای خودم همیشه میگم همیشه صبح به صبح از هر کدوم از این آجیلا مثلا پسته 5 تا دونه، چون واقعا پاپ هم گرونه، هم نیازی نیست بیش از حدش استفاده بشه. 5 تا دونه پسته، 5 تا دونه بادوم درختی، 2 تا دونه گردو، 5 تا توت خشک، مویز، اینا رو همه رو با هم قاطی کنن. تو 24 ساعت هر وقت که مادر احساس کرد ضعف داره، چند تا دونش رو به جای کامل بعد قورت بده، هم جلوی ضعفتون رو میگیره، همین که خیلی خیلی برای رشد جنین و هوش جنینتون خوبه، به خصوص بادوم درختی. و سالات هم مامانا حتما تو رژیم غذاییتون بگنجونید. مثلا امکان داره یه مامانی بگه داریم، ما مامانایی داریم که مثلا ماشاءالله وقتی میان تو کلاسای ما میگن وای من یه دونه نون سنگک و کامل صبح میخوردم، چطوری دو تا کف دست نون سنگک بخورم؟ من میگم که حالا نون سنگک دو تا کف دست میخورین، یه تخم مرغ آب پز کنارش، یه تیکه پنیر، دو تا گردو، یه لیوان شیر، قشنگ سیرتون میکنه. بعد دو ساعت بعدش سالادتون رو بخورین، حتما قبل از غذاهاتون سالاد رو بخورین، حتما از جوانه ها تو رژیمتون استفاده کنید، خودتون درست کنید، جوانه رو سالادتون بریزین، این خیلی سیرتون میکنه. و حتما هم قبل از هر وعده غذایی یه لیوان یا دو تا لیوان آب بخورین که معدتون رو پر بکنه، که نیاز نباشه خیلی غذا بخورین، اینجوری هستش که هیچ‌وقت ضعف نمی‌کنین. تخم شربتی هم یه قاشق مربا بخورید تو 24 ساعت، سعی کنید تو اون آبی که می‌خورین باشه، که جلوی تشنگیتون و جلوی در واقع کم آب شدن بچه رو بگیرید، چون آب دور جنین هم ما با مصرف مایعات کافی میتونیم همیشه در رنج نرمالش نگه داریم. مرسی. راجب عسل پرسیدن. عسل رو خوب شد. عسل هم خیلی تو عوام میگن که مثلا در بارداری عسل اصلا خانم باردار استفاده نکنه. نه، عسل تا 2 قاشق غذاخوری در روز مجازه، ولی زیاده روی نباید بشه. گفتیم که دمنوش رو که داشتیم میگفتیم، گفتیم دمنوش هایی که مفید هستن رو هم میگیم. بله، دمنوش به خیلی بچه ها خوبه. اصلا کلن به رو، میوه به رو به هر صورتی در بارداری بخورین خیلی خیلی برای بچه خوبه، هم حالا میگم باعث زیبا شدن فرزندتون میشه، هم باعث آرامش خودتون میشه، هم باعث تقویت معده میشه، چون مامانای باردار بالاخره معدهشون ضعیف‌تره، تهوع دارن حتی آخر بارداری. در طول بارداری بهو به هر شکلی استفاده کنین. اگه فصلش هست خامشو بخورین، اگه فصلش نیست به خوش شده، دمنوش به، مربای به استفاده بکنید، خیلی عالیه. دمنوش به دونه، به لیمو، دمنوش بهار نارنج، اینا جزء دمنوشای هستش که، و حتی خود سیب، پوست سیب، اینا دمنوشایی هستش که در به صورت خوش شده پوست سیبو در بیارین بعد دمنوشش کنید، مصرف بکنید، خیلی خیلی عالی و مفید هستش براتون. دوست عزیزی پرسیدن که تخم مرغ نمیتونن بخورن. حالا فکرم کلا یه سری از مامانا شاید گیاهخوار باشن و گوشت و حالا لبنیات مصرف نکنن، اگه نخوان تخم مرغ استفاده کنن برای جایگزینی تخم مرغ که حالا گفتی خیلی هم مهمه، چی میتونن استفاده کنن؟ ببینید کلا گروه پروتئین ها جایگزین همدیگه میشن. حبوبات میتونن جایگزین خوبی برای تخم مرغ و گوشت باشن، ولی حتما مامانه گلی که
گیاهخوار هستن باید حواسشون باشه، چون ویتامین B12 بدنشون کاهش پیدا میکنه، حتما گروه ویتامین های B رو باید جداگانه استفاده بکنن. معمولا کسایی که گیاهخوار هستن خودشون تحقیق میکنن راجع به این قضیه که چی بخورن که در واقع اون کمبودهای بدنشون جبران بشه. در بارداری به ویژه این خیلی مهم هست که حواسشون باشه موقع زایمان بدن کم خون نشه. ما مثلا آهن یکی از مکمل‌های، حالا خوب شد که اینم گفتیم که من مکمل‌های ضروری در بارداری هم بهتون بگم، ضروری ترین مکمل در بارداری آهن هست که حتما باید خانم ها استفاده بکنن. از پایان 16 هفتگی روزی یه دونه قرص آهن بخورن، بعدم که آزمایش خون میدن اگه ببینیم کمبود هموگلوبین دارن مجددا آهنشون رو ما بیشتر میکنیم. خانم هایی که گیاهخوار هستن امکان داره که از نظر فقر آهن مشکل داشته باشن، از نظر کاهش ویتامین B12 مشکل داشته باشن. اینا رو حتما باید حواسشون باشه که کنترل کنن و جایگزینش هم که همونطور که عرض کردم انواع حبوبات میتونه باشه. گوشت هایی هم که اون مامانای عزیزی که تو مصرف گوشت مشکلی ندارن، گوشت های گرم که طبع گرمی دارن در بارداری خیلی مفیدن، مثل بلدرچین، بوقلمون، گوشت گنجش که حالا شاید خیلی دلشون نیاد مصرف کنن ولی خیلی خیلی مقوی هستش در بارداری و میتونن استفاده کنن. بره غذاهای کنسروی چطور؟ توصیه نمیشه. کلن هر غذایی که مواد افزودنی داره، شما وقتی یه کنسرو ماهی رو میتونی مثلا 2 سال نگه داری، هر چیزی که ماده افزودنی داخلش باشه توصیه نمیشه. حتی در حالت غیر از بارداری هم توصیه نمیشه، ها در بارداری که آدم باید بیشتر حواسش باشه که اینجور مواد استفاده نکنه. گفتم که در مورد استفاده از ادویه داخل غذاها محدودیتی هست برای مامانا؟ بله، کلن ما به خاطر اینکه مامانا مشکل معده پیدا میکنن در بارداری هفته های اول، همیشه میگیم که غذاهاشون خیلی پر ادویه نکنن. ادویه هایی مثل فلفل، زعفرون و این ادویه ها خیلی تو غذاشون، نمک رو سعی کنید که کلن مصرفش رو خیلی کم کنید در بارداری. ادویه هایی که خوب هستن، تقویت معده میدن و برای بارداری خوب و گرم هستن، زنجبیل و زیره هستش. این دوتا ادویه رو حتما اضافه کنن در رژیم غذایشون، ولی اونم باز میزانش کم باشه. سعی کنن تا حد امکان غذاهاشون کم ادویه تر باشه در بارداری. وقتی غذا کم ادویه باشه، غذا کمتر سرخ بشه، روغنهایی که ما به مامانا میگیم استفاده کنن، روغنهای گیاهی مثل روغن زیتون و روغن کنجد هستش، بیشتر استفاده بکنن. اونم در حد کم، یعنی از این اسپری های روغن بگیرن، غذا رو خیلی سرخ نکنن، با غذا آب نخورن، بلافاصله بعد غذا دراز نکشن مامانا. هر چقدر که این کارا رو رعایت بکنن و حجم غذاشون کم باشه ولی تعداد وعده های غذایشون رو بیشتر بکنن، این کمک میکنه که اون حالت تهوع کمتر بشه، یبوست کمتر بشه، غذاشون بیشتر ملین باشه. روغن زیتون تو غذا بیشتر استفاده کنن، غذاهاشون ساده باشه، یعنی مثلا کنار غذا سالاد و ماست و ترشی و اینا نذارن، یه غذای ساده بخورن، سالادشون، ماستشون، اینا به عنوان میان وعده باشه، جداگانه مصرف بشه. تنها کنار غذای مناسب در بارداری زیتون هست، 5 دونه زیتون با نهار، 5 دونه زیتون با شامشون، ولی بقیه رو با من میان وعده. ترشی هم که استفاده نکنن خیلی بهتره، چون ترشی واقعا هیچ خاصیتی نداره و فقط اسید معده رو زیاد میکنه. مرسی. من الان میبینم که خیلی راجب زردی نوزاد میپرسن که این تغذیه‌ای که توی دوران بارداری داره مادر روی زردی نوزاد تاثیر داره؟ ببینید اتفاقا خیلی خوب شد این سوالو پرسیدین، خیلی مامانا این سوالو میکنن، ما هم همیشه سعی میکنیم آگاه سازی رو انجام بدیم، چون ما همیشه معتقد هستیم که مادر باردار باید گرم و مرطوب مصرف بکنه و ملین، یعنی از زمان ابن سینا توصیه شده که خانم باردار غذاش ملین المزاج باشه و گرم باشه، گرم و مرطوب باشه و بدن خانم باردار باید گرم باشه. خیلی هم میگن خب حالا اگه خانم باردار بیاد گرم ایجاد بخوره بعدا بچهش زردی میگیره. اصلا هیچ تحقیق علمی تا الان صورت نگرفته، یعنی صورت گرفته ولی هیچ نتیجه ای نداشته مبنی بر اینکه مصرف گرم ایجاد در مادر باعث زردی نوزاد بشه. این یک شایعه است. فقط تنها چیزی که باعث زردی نوزاد میشه کم آبی بدن بچه است، یعنی بچه به دنیا اومده
خوب شیر نمیخوره، خوب ادرار رو مدفوع نمیکنه. این باعث میشه که بیلیروبین بدن بره بالا، چون کبد بچه وقتی به دنیا میاد نارسته، هنوز کبدش کامل نشده. وقتی که خوب مایعات مصرف نکنه بدن بچه، بیلیروبین میره بالا و ایجاد زردی میکنه. خب یکی هم این که ناسازگاری ارهاش خون پدر و مادر، یعنی مادر گروه خونش منفی بوده، پدر گروه خونش مثبت بوده، بچه‌ای که داخل رحم گروه خونش مثبته مثل یه شیء خارجی بر بدن اون مادر عمل میکنه و بدن مادر بر علیه گلبول‌های خونی بچه آنتیبادی‌هایی ترشح میکنه که اون آنتیبادی‌ها باعث بیلیروبین بالای بدن بچه میشن. ناسازگاری ارهاش. بنابراین اگر مادر گروه خونش منفیه و پدر مثبته، باید بیشتر توجه کنه به زردی نوزاد. زردی نوزاد، اینم باز خیلی ها فکر میکنن که تو 24 ساعت اول بعد از تولد خودشو نشون میده. نه، اگر زردی 24 ساعت اول بعد از تولد باشه خیلی پاتولوژیک و خطرناکه و امکان داره بچه رو بستری کنن. ولی زردی فیزیولوژیک از روز سوم همه بچه ها تقریبا دارن، درجاتش مختلفه. کاری که مادر باید بکنه، مادر باید آرامش داشته باشه، خوب تغذیه بشه، بعد از زایمان توسط همسرش و خانواده‌اش خوب ساپورت بشه، خواب خوب داشته باشه، آرامش داشته باشه، تغذیه خوب. یه سری ماساژا ما به همسرها آموزش میدیم که برای مامانا انجام بدن که شیرشون بیشتر ترشح بشه. هر چقدر مادر تغذیه خوب، خواب خوب و آرامش بیشتر داشته باشه و ساپورت خوبی داشته باشه، شیرش بیشتر میشه، تونتون به بچه شیر بده که این بچه از طریق ادرار و مدفوع اون بیلیروبین رو دفع بکنه. مرسی. حالا که داریم راجع به تغذیه صحبت کنیم، خیلی همه میدونن که بنده خدا موقعا خیلی هاشون دچار تهوع میشن، خیلی هاشون دچار یبوست میشن، خیلی هم که حالا هر دو هستش. پرسیدن که چیکار کنن که این یبوست یا تهوع کمتر بشه، با چه تغذیه میشه اینو کنترل کرد؟ خب من بین حرفام عرض کردم خدمتتون، ویار بارداری یا همون تهوع استفراغ توی 16 هفته اول معمولا دیده میشه. هر چقدر که مادر بیشتر تهوع داشته باشه، اتفاقا میگن که بهتره، یعنی دیده شده تو کار تحقیقاتی که انجام شده، دیدن مادرایی که تهوع دارن، ویار دارن، بارداریای خوب و بهتری دارن، بچهای بهتر و سالمتری به دنیا میارن. بنابراین استرس نگیرین که وای چرا من اینطوریم. تا بوده خانمای باردار این ویار و تهوع رو داشتن. خب حالا چطوری باش کنار بیان؟ هم تغذیه‌تون رو درست بکنید، همونطور که عرض کردم به تو رژیم غذاییتون باشه. زنجبیل میتونه تهوع رو کم بکنه. لیمو ترش، همیشه یه لیمو ترش تو جیبتون باشه، هی با ناخونتون این پوستش رو خراش بدین، بو کنید، بوی لیمو ترش هم کاهش میده تهوع استفراغ. همین که غذاهای خشک و کم حجم بخورین هفته های اول، خیلی مایعات هفته های اول نخورین، مثلا بیسکویت های ترد نمکی، نون خشک، اینا رو اول صبح یکی دو تا بخورین، بعد بلند شید، یه دفعه عجاتون بلند نشین بشینید اول صبح، چون معمولا هم تهوع اول صبح هستش. بعد میتونید از طب فشاری استفاده کنید. این مچ دستتون رو بچه‌ها، 4 تا انگشت دستتون رو که بذارین رو مچ دستتون، انگشت چهارمتون این نقطه بین این دوتا در واقع تونلی که روی مچ دستتون هست، جای انگشت چهارمتون رو محکم 2 دقیقه دورانی فشار بدین هر وقت تهوع دارین. خب نفس عمیق بگیرین، اینو محکم فشار بدین، بعد این یکی نقطه تو این یکی دستتون، این هم باز 2 دقیقه محکم فشار بدین، این تهوع رو یه مقدار زیادی کنترل میکنه. اگر یه مادری خیلی تهوع استفراغش، اگر بتونین سیرابی هم بخورین خیلی خوبه، سیرابی معده رو تقویت میکنه، حالا به مدلهای مختلف براتون درست کنن که بوش هم اذیتتون نکنه. و اگر کسی خیلی دیگه شدید باشه، خیلی بالا بیاره، به خاطر اینکه اسید و باز بدنش کم و زیاد میشه، ما میگیم که بهتره که سرم دریافت بکنه، آمپول‌های ضد تهوع داخل سرم دریافت بکنه. حتی بعضیا که خیلی دیگه استفراغ میکنن که دیگه خون ریزی میکنه معده‌شون به خاطر تحریک اسفنکتر معده‌شون، امکان داره که بستریشون بکنیم، یا یکی دو هفته بستری بشن، سرم دریافت بکنن، بعد مرخصشون بکنیم. ولی تهوع در حد روتین و نرمالش تقریبا همه خانم‌ها دارن. یبوست هم باز به همین بعد از هفته 16 هم میگه تهوع خیلی کمتر میشه. یبوست هم باز به همین ترتیب، حتما کلاس‌های آمادگی برای زایمان رو ثبت نام کنید، حتما تحرک داشته باشین، ورزش داشته باشین، مایعات زیاد بخورین، میوه و سبزیجات فیبردار زیاد استفاده بکنید، لبنیات، آخر شب قبل از خواب حتما یه لیوان شیر بخورین، حتما.
این کمک میکنه که صبح مزاجتون بهتر کار بکنه و شب هم راحت تر بخوابین. و حتما هم ریلکسیشن و یوگا و تکنیکای تنفسی که ما در بارداری بهتون آموزش میدیم و انجام بدیم. متشکرم. فکر کنم دیگه بریم سراغ بحث دیگه. تغذیه فکر کنم دیگه خیلی کامل شد و فکر نکنم دیگه دوستان حالا مسئله رژیم تغذیه داشته باشن. فقط یه نکته کوچیک تو حرفاتون هم گفتین، اشاره کردین که مادرای که دیابت دارن چه چیزایی رو حالا مصرف بکنن یا نکنن، ولی یه توضیح کلی هم حالا اگه بدیم به دوستان که مامانه که دیابت دارن بیشتر حالا چه چیزایی رو پرهیز کنن. درسته. خب دیابت بارداری یعنی که قند ناشتای مادر بالای 92 باشه. خب اینو خیلی ها نمیدونن. تعریف دیابت بارداری این نیست، این مختل بودن قند خونه. مختل بودن قند خون یعنی این که مادری که باردار میشه، ما همون اول بارداری یه تست قند خون ناشتا از مادر میگیریم FBS، که اگر این قند بالای 92 باشه ما یه آلارمی برامون میزنه که این مادر احتمال داره دیابت بارداری بگیره. و در حالت غیر بارداری بالای 105 اگه باشه این هشدار دهنده است، ولی کسی که بارداره نباید این بره بالای 92. حالا میایم به مادر اول 2 هفته رژیم میدیم، میگیم شما 2 هفته کربوهیدراتتو محدود کن، اون سهمایی که بهتون گفتم نون، برنج، شیرینی، اینا شیرینی رو که حذف کنه مادر، شکلات رو حذف کنه، میوه های شیرین استفاده نکنه. خیلی ها این اشتباهو میکنن. مثلا من یه مادر باردار داشتم، هی وزنش داشت میرفت بالا، بعد هم گفتم تو چی میخوری؟ میگه به خدا من اصلا غذا نمیخورم، هیچی نمیخورم، اصلا هیچی نمیخورم. آخر سر کاشف به عمل اومد که این خانم روزی 5 تا موز میخوره. 5 تا موز و اصلا غذا حساب نمیکرد. در صورتی که خود میوه های شیرین گفتم قندو خیلی بالا میبره. اینو باید خیلی حواستون باشه. و کربوهیدراتتون رو محدود کنید. همون 2 کف دست نون سنگک برای صبحانه کافیه، 2 کف گیر برنج هم برای نهار، شامتون هم بدون نهار و بدون نون و برنج باشه. بیشتر پروتئین و سبزیجات مصرف بکنید. بعد از 2 هفته حتما هم این مادر باید نرمش بکنه، پیاده روی داشته باشه، آبم که 6 تا 8 لیوان در روز بخوره. بعد از 2 هفته دوباره ما تست قند رو تکرار میکنیم. اگر ببینیم همچنان قند بالای 92 هستش و قند 2 ساعت بعد از صبحانه باز بالا هست، دیگه این مادر باید دارو استفاده بکنه. داروش هم حالا متفورمین هست، البته بهتره که خودسرانه استفاده نکنید، حتما توسط پزشک قدرت یا زنانتون تجویز بشه. اگر با قند کنترل شد که چه بهتر، اگر کنترل نشد دیگه این مادر باید انسولین دریافت بکنه. برای همین من خیلی خیلی تاکید میکنم که مامانهای باردار عزیز رعایت بکنن تغذیهشون رو که به دیابت بارداری منجر نشه که بعداً مجبور به مصرف انسولین بشن. اگر هم به هر دلیلی، حالا شاید ژنتیکی باشه، ارثی باشه، این مادر مبتلا به دیابت بارداری شد، نترسین که فکر کنین حالا مثلا انسولین خیلی وحشتناکه. نه، انسولین فقط قند خونتون رو تنظیم میکنه. اتفاقا اگر قندتون تنظیم باشه هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. اگر قند تنظیم نشه میتونه روی جنینتون تاثیر بذاره، ناهنجاری قلبی، درشتی جنین، پهن شدن شونه های بچه ایجاد بشه که زایمان طبیعی رو براتون مشکل بکنه و شاید غیر ممکن و مجبور به سزارین بشین. بنابراین از اول سعی کنید که درست گام بردارین در این مسیر بارداری که یه بارداری خوب و سالم داشته باشید. متشکرم. بریم سراغ فعالیت هایی که مامان باید حالا تو دوران بارداریش انجام بده. این که یه مامان باردار حالا از همون ابتدا، البته بیشتر حالا توی ماهای آخر که وزنشون بالاتر میره و اینا، چطور بخوابن، چطور بلندشن، چه حرکاتی میتونه آسیب بزنه، چه حرکاتی مفیده براشون. درسته. ببینید حتما خانم های باردار بعد روزی 20 دقیقه تا نیم ساعت پیاده روی رو داشته باشن تا هفته 35. از هفته 35 به بعد که اصلا ما زیادش میکنیم، مثلا میگیم روزی 1 ساعت پیاده روی داشته باش، ولی نباید خودشونو خسته کنن. در هر سنی از بارداری هر حرکتی که برای مادر دردناک باشه یا مادر رو به نفس زدن بندازه یا عرق کردن توصیه نمیشه. توانایی آدم ها با هم متفاوته. بعضی ها هستن قبل از بارداری اصلا ورزشکار حرفه‌ای بودن،
خب میتونن در بارداری هم انجام بدن همون حرکات ورزشی رو، ولی در حدی که خستشون نکنه. ولی واقعا یه سری از خانوم ها متاسفانه سبک زندگی سالمی نداشتن و اصلا هیچ ورزشی نکردن. حالا تو بارداری ما میگه بیا ورزش کن، خب میخوایم دستش هم میخواد بیاره بالا یه حرکت ساده رو بره، اذیت میشه. توانایی آدما با هم متفاوته، باید آروم آروم سعی کنن که بدنشون آماده بشه، اصلا خودشونو خسته نکنن، ولی کارهای منزلشون رو انجام بدن، کارهای خودشون رو انجام بدن. 90% بارداری ها بارداری های لو ریسکه، یعنی کم خطره. دهانه رحم اگر کوتاه باشه، اگر جفت پایین باشه، اگر دو قلو یا چند قلو حامله باشه، ما یه سری احتیاط ها رو به مادر میگیم انجام بده که انشالله اونم بارداریش به سلامتی طی بشه. ولی 90% حاملگی ها لو ریسک، میتونن کارهای شخصی خودشون رو انجام بدن، سر کارشون رو برن. نرمش هایی که توی کلاس ها ما بهشون آموزش میدیم، بهتر هست که از 12 هفتگی به بعد شروع بکنن مامانا، یعنی اون سونوگرافی غربالگری رو انجام بدن. اگه همه چیز اوکی بود، جای جفت خوب بود، هماتوم پشت جفت نبود، طول دهان رحم کوتاه نبود، ورزش ها رو با هم دیگه شروع میکنیم. ورزش ها خیلی خوبه، اصلا آسیب رسان نیست، معمولا در حالت نشسته یا در حالت 4 زانو انجام میشه، از گردن شروع میشه، شونه ها، مچ دست، دست ها، پهلو، پاها، یعنی تک تک اعضای بدن رو ما نرمش میدیم. و یه سری حرکات هم حرکات لگنی هست که با تناوب بیشتر و به تعداد بیشتر از هفته 36 به بعد برای زایمان راحت تر انجام میدیم، ولی در طول بارداری هم داریم اون حرکات رو به تعداد کمتر. نحوه درست نشستن، درست بلند شدن، درست خوابیدن خیلی مهمه، برای اینکه هم مادر کمر درد نگیره، زانو درد نگیره، مشکلات اسکلتی پیدا نکنه، هم اینکه جنین در راستای لگن مادر قرار بگیره، خوب بیاد تو لگن و بتونه مادر زایمان خوبی داشته باشه. نحوه درست نشستن و درست ایستادن به این ترتیب است که ستون فقرات مادر باید مستقیم باشه. نباید مادر قوز بکنه، نباید لم بده. خیلی از مامانا لم میدن رو صندلی یا رو مبل و این بدترین آسیب رو هم به ستون فقرات مادر میزنه، هم باعث میشه جنین در راستای خوبی قرار نگیره. همیشه سعی کنید که مستقیم باشین، راست بشینید. یه بالش کوچیک، حالا منم اتفاقا دارم، یه بالش کوچیک پایین کمرتون تو گودی کمرتون باشه و در حد 15 درجه میتونید لم بدین. پا رو رو پا نندازین اینطوری تو بارداری، بهتر استش که پاها کنار هم باشه. اگر پاتون نمیرسه به زمین، یه بالش زیر پاتون باشه، حالت 90 درجه باید بین پا و رانتون باشه. اگه نمیرسه یه بالش زیر پاتون بذارین که این حالت رو ایجاد بکنه. و هر وقت میخواین بشینید، میخواین بلند شین، هر حرکتی رو انجام بدین با یه دم و بازدم، که موقع بازدم اون کار رو انجام میدین، با آرامش کاراتون رو انجام بدین. خیلی ها باردار رو میترسونن، میگن اصلا نباید تاق باز بخوابی. تاق باز خوابیدن تا نیم ساعت هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه برای شما، ولی اگه طولانی مدت بشه میتونه خون رسانی به جنین رو کاهش بده، به خاطر اینکه رحم به خصوص از هفته 20 به بعد، چون رحم فشار میاره به رگ پشتی که داره به رحم خون رسانی میکنه، افت فشار میده و به جنین خوب خون نمیرسه. برای همین سعی کنید که بیشتر به پهلوی راست یا چپ باشین، از بالش‌های کوچیک دور و براتون استفاده کنید که فشار رو از روی رحم و شکم شما برداره. ولی تاق باز هم به خصوص خانمایی که کارمند هستن تا نیم ساعت میتونید داشته باشین، پاتون رو بزنید به دیوار، خون رسانی جریان پیدا بکنه تو اندام هاتون. طولانی مدت توی پوزیشن نباید باشین، مثلا حتی خانمایی که کارمندن پشت میز میشینن، طولانی مدت نباید بشینید. میتونید پاتون رو یه صندلی دیگه جلوی پاتون بذارید، پاتون رو دراز کنید، حرکات مچ داشته باشین، چرخش مچ داشته باشین، بلنشین، یه خود وایسین، یه خود راه برین، چند تا قدم بردارین، دوباره بشینین، که باعث ورم در اندام های تحتانی شما میشه و لخته شدن خون رو در بدن ایجاد میکنه اگه طولانی مدت توی پوزیشن باشین. الان که خب این گوشی های موبایل هست، مامانا طولانی مدت تو گوشی نباید باشن، اصلا به خاطر اون امواج اینترنتی و امواج وای فای هم توصیه نمیشه که طولانی مدت شما توی گوشی باشین. 3 تا 1 ساعت در طول 24 ساعت کفایت میکنه که از فضای مجازی هم دور نباشین، ولی دیگه سعی کنید که گوشیتون تو خونه خاموش باشه، دور از شما باشه، به خصوص شب موقع خواب کنارتون توی شارژ نباشه گوشی.
اینا رو باید رعایت بکنید. مرسی. بچه این گوشی خاموش شده، یه گوشی دیگه به من میدین؟ مرسی. خب بریم سراغ بیماری ها. معمولا مامانا خیلی شکایت میکنن از اینکه دچار عفونت میشن تو دوران بارداری، حالا عفونت ادرار، عفونت مثانه و یه سری بیماری های این چنینی. چی کار میتونن بکنن که پیشگیری کنن از این مسئله، یا اگر مبتلا شدن خدای نکرده راه درمانش چیه؟ خب ببینید، هر گونه عفونتی در بارداری باید سریعا تشخیص داده بشه و درمان بشه. خیلی ها من میبینم جایی مثلا دیگه کنترل میشن، بهشون گفته شد، مثلا میرم میگن که من ترشح دارم، واژن ترشح دارم، خارش دارم، سوزش دارم، مثلا پزشک میگه که خب طبیعیه، طبیعیه، این کارو بکن اون کارو بکن، اصلا معاینه نمیشه اون باردار. در صورتی که حتما ترشحات واژن در بارداری باید معاینه و درمان بشه. هیچ مشکلی برای جنین ایجاد نمیشه اگر شما اسپکولوم بذاریم داخل واژن رو ببینیم، هیچ مشکلی. فقط یه دهانه رحم سفت و بسته است، 3 سانتی‌متر طول دهانه رحمه، ما داخل واژن رو میبینیم، اصلا به جنین شما هیچ آسیبی نمیرسه. اگر عفونت واژن دارید حتما معاینه بشین، حتما دارو استفاده بکنید. اگر عفونت رو از کجا متوجه میشیم؟ معمولا شایع‌ترین علامت عفونت، خب اگر عفونت زنان باشه، خارش، ترشح، ترشحات بدبو، بدرنگ، سوزش. اگر عفونت ادرار باشه، خب همراه با تکرر ادرار، درد موقع ادرار کردن، سوزش ادرار، تخلیه نشدن کامل مثانه هستش که اینا باید حتما برین آزمایش ادرار بدین، داروهای لازم رو استفاده بکنین. اگر عفونت دیگه‌ای باشه، مثلا عفونت‌های تنفسی، همین کرونا یا هر عفونتی، معمولاً با تب خودش رو نشون میده و تب در بارداری خطرناکه، میتونه باعث افزایش ضربان قلب جنینتون بشه و برای جنین خطرناکه. حتی عفونت دندون، مثلا دندونتون عفونت کرده، دندانپزشکتون هی میگه که صبر کن زایمان کنی بعد، این خیلی خطرناکه و عفونت دندان اگر درمان نشه میتونه باعث زایمان زودرس بشه و شما حتی عفونت دندان هم اگر داشتین به مراکز مخصوص دوران بارداری مراجعه کنید و دندانتون رو درمان بکنید. اگر که تب داشتین، تب در بارداری خطرناکه، بلا فاصله بعد به پزشک مربوطه مراجعه بکنید، به بیمارستان مراجعه بکنید. عفونت کلیه هم باز در بارداری خودش رو با درد یک طرفه پهلو، لرز و تب نشون میده که اینا همه باید درمان بشه و نباید به بعد از زایمان مکول بشه. چیکار کنیم که پیشگیری بکنیم؟ خب رعایت بهداشت در بارداری، اینکه حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، تو محیط‌های پرتردد نباشین، بهداشتتون رو رعایت بکنید، لباس زیرتون نخی باشه، حتما قبل از استفاده لباستون رو اتوی داغ بکشین، مایعات فرابون مصرف کنید، دستاتون رو مرتب با آب و صابون بشورین و اینا میتونه پیشگیری بکنه تا حد زیادی از ابتلای به عفونت و اگر هم مبتلا شدیم باید سریع درمان کنه. متشکرم. مادر عزیزی پرسیدن که خیلی حالت گول گرفتگی داره بدنشون، یا حالا تنگ نفس میگیرن، این طبیعیه یعنی به خاطر حالا بالا رفتن وزن مامانه، یا نه مثلا مشکلی ممکنه وجود داشته باشه و باید به پزشک مراجعه کنن؟ ببینید، گور گرفته که معمولا در بارداری هستش به خاطر هورمون های بارداری. ما در بارداری، من همیشه میگم مامانه شکم اول انگار که یه جزیره ناشناخته رو میخوان کشف کنن، هر روز یه جای این جزیره رو کشف میکنن. تغییرات زیادی در بدنتون اتفاق میفته، یکی از این تغییرات میتونه همین گور گرفتگی ها باشه که خب به هر حال به قول قدیمی ها میگن مادر باردار دو نفسه است، دو تا موجود در بدن شماست. کردا مثلا میگن دو جان، که خیلی من این کلمه رو دوست دارم، کلمه دو جان، دو تا جان در وجود شما هستش و خب این حالت تنگی نفس، گور گرفتگی و این مسائل هستش. اما اگر تنگی نفس شما و تپش قلب شما انقدر زیاده که دیگه داره شما رو اذیت میکنه، مثلا دو تا قدم راه میرین به هن هن میاد، نمیتونید نفستون نمیکشه یا ضربان قلبتون خیلی سریع میزنه، دیگه حتما باید برین یه پزشک قلب شما رو ببینه، یه اکوی قلب انجام بدین که انشالله مشکلی نباشه. چون بعضی وقتا مشکلات قلبی در بارداری پنهان، قبل از بارداری پنهان بودن، اصلا مادر خودش هم نمیدونسته که مشکل قلبی داره. حالا که باردار شده و کار قلبش افزایش پیدا کرده، جریان خون بدنش بالا رفته،
متوجه میشن که این خانم یه مشکل قلبی داره و ما باید در جریان باشیم، هم برای بارداریتون هم برای زایمانتون. یه دکتر قلب بدین ضرر نداره. بریم سراغ حالا از دیگه مسئله جسمی بگذاریم، بریم ببینیم که همین حالا تپش قلب خیلیش میتونه از استرس و اضطراب مادر باشه. مامانا خیلیشون نوشتن که با استرس دوران بارداری چیکار کنیم، مخصوصا مامانا که حالا بارداری اولشونه، خیلی راجع به همه چی استرس میگیرن، خیلی زود دچار اضطراب میشن. چیکار کنن که این استرس و اضطراب رو بتونن کنترل کنن؟ درست. خب مامانه گل، اصلا پایه و اساس کلاس های آمادگی برای زایمان هم اینه که شما آرامش پیدا کنید. یعنی من قویاً تأکید میکنم حتما تو کلاس ها شرکت بکنید، چون بدترین چیز برای شما و تو دلی شما استرسه. تحقیقات زیادی انجام شده که مادرانی که خیلی استرس دارن بعدن کودکانشون هم استرسی میشن، خجالتی میشن، گوشه‌گیر میشن، اجتماعی نیستن. مادرانی که خیلی روابط اجتماعی خوب و قوی دارن، اعتماد به نفس بالا دارن، آرامش دارن، اینا معمولاً بچه‌های خیلی باهوش از همه ابعاد دارن، بچه‌های اجتماعی تری دارن، بچه‌های سالم تری دارن. پس شما به عنوان کسی که تصمیم گرفتی مادر بشی، به عنوان کسی که الان بارداری، وظیفه داری آرامش تو حفظ بکنی که بچه سالم تری به دنیا بیاری. خب با افزایش آگاهی معمولاً چیه؟ ارتباط معکوس داره با کاهش استرس. هر چقدر آگاهیتون بالاتر بره شما و همسرتون، ما الان توی خانواده های ایرانی اینطوری هستیم که خیلی خانواده ها هم خیلی نظر میدن. مثلا خانم اومده کلاس با همسرش، آگاه شدن، خیلی شاد و سلامتن، حالا میرن توی خونه اطرافیان، خواهر، جاری، مادر شوهر، اونا بهش استرس وارد میکنن. مثلا یکی میگه شکمت چقدر کوچیکه، یکی میگه چرا میخوای زایمان طبیعی کنی، یکی میگه چرا اینو نمیخوری، چرا اونو میخوری. مادر خیلی استرس میگیره. سعی کنید آگاهیتون رو بالا ببرین، سعی کنید که یک حریم امنی برای خودتون، فرزندتون و همسرتون در بارداری فراهم بکنید. اجازه ندین خیلی دیگران به این حریم وارد بشن و دخالت بکنن تو کارتون. با افرادی که انرژی منفی بهتون میدن خیلی مراوده در بارداری نداشته باشین. از این 9 ماه بارداریتون نهایت استفاده رو ببرین، لذت ببرین، رنگای شاد بپوشین، برقصین، شاد باشین، آهنگای شاد بزنین، آهنگای شاد با معنا. من همیشه میگم مثلا آهنگ شاد زیاده ولی معنای منفی داره، آهنگای شاد با معنا گوش کنین، حتی موسیقی کلاسیک آرام بخش گوش کنین، حتما مدیتیشن کنید قبل از خواب، حتما ریلکسیشن داشته باشین، تکنیکای تنفسی رو رعایت کنین، تو فضای باز، فضای سبز، روزی 30 ثانیه 1 ساعت با همسرتون پیاده روی کنید، با همسرتون وقت بذارین. یه سری ماساژا هستش که ما از همسراتون خواهش میکنیم براتون در بارداری انجام بدن، ماساژ دست، پای، کمر، شقیقه ها، پوست سر، اینا رو به همسرتون آموزش میدیم برای شما انجام بده همراه با تکنیک تنفسی که شما داری. و اینکه واقعا سعی کنید با افراد انرژی مثبت بیشتر مراوده داشته باشین. هر پیجی رو فالو نکنید، بشو تو اینترنت هر چیزی رو نخونید، تو اینترنت خیلی اطلاعات غلط زد و نقیض زیاده، هی نرین سرچ بکنید بهتون اطلاعات غلط بدن شما استرس بگیرین. کلاس های درست و اصولی رو برین شرکت بکنید، آرامش پیدا میکنید. شبه که مامانا حالا خوش کنند به حرف ها و خیلی خودشون رو درگیره، مخصوصا پیج اینستاگرام خیلی هستم متاسفانه، مخصوصا توی این دوره، توی دوران بارداری خیلی هم سوء استفاده میشه متاسفانه. هم مادر حساسه، هم خیلی زیادن این پیجا و خیلی باشه. واقعا یکی از بهترین پیجا همین پیجا مادر شوه که واقعا من دوستش دارم خیلی. حالا اینکه خودم الان دارم اینجا لایو میذارم دلیل نیستش، واقعا چند سالی که من این پیج و این مجموعه رو میشناسم میبینم که خیلی خیلی تحقیق میکنن که مطالب درست رو به مامانا ارائه بدن، خیلی تلاش میکنن تو این زمینه و بهشون اعتماد بکنید. مطالبی که تو این پیج هست و من تایید میکنم. مرسی از شما، متشکرم، خیلی لطف دارین به ما. فکر کنم که دیگه تقریبا همه چیز رو گفتیم و حوصله مامانا فکر کنم دیگه سر رفته. یه سری عزیزان هم هستن حالا سوالاتی رو دارن میپرسن که من میبینم که شما پاسخ دادین. من همینجا بگم که لایف سیو میشه، شما میتونید دوباره لایف رو نگاه کنید، حتما نگاه کنید. اگه سوالی دارن باز بپرسن. آره، اگر سوالی دارین میتونید تو کامنت ها بپرسین، پاسخ میدیم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی توضیحاتتون کامل بود. سلامت باشید. مرسی. منم خداحافظی میکنم. سلامت باشید. خدا همتون سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب ببین خواستی چیز کنی بگو من بگم.